مسواک، حوله، پتو و لوازم شخصی یادتون نره. هر کسی دارو میخوره با خودش بیاره. چه نفر؟ دو نفر. شبا کجا میخوایم آقا ماشاءالله؟ تو تکیه. آگه مسافرخونه نمیریم؟ نه، میریم هتل کنتینانتال. 65 تومن داده مسافرخونه هم میخواد. تو تکیه همه خیاری میخوابیم. زنا یه بر خیاری، مردا یه بر خیاری. همه عین هم. نمیشه که. ما میخواییم خانوادگی بخوابیم. اون مال سفر فرانسه است. ما داریم میریم سیاحت. ما اصلا که نمیریم که. تکلیف ما که میخواییم بریم معسل چی میشه؟ بابا یکی جمع بکنه این بچه را. همه رو نجس کرد. ای بابا. احترام خانم، من 100 دفعه به شما گفتم یه دونه از این میکروفونای بی سیم برای من بگی. بتونم برم توی جماعت رابطه نفس به نفس داشته باشم. و اما در مورد شما، عروس کجاست؟ منم. با اجازتون میخوایم با یه تیر دو نشون بزنیم. پس واقعا میخوایم چیز کنیم؟ خیلی خوب، سفر ضیافت سیاحت محسوشه، یه کارش میکنم. بچم زره ای میزنیم روزی کن. زوار عزیز، با توجه به متغیر بودن آب و هوای این فصل، لباس گرم یادتون نره. یک پتوی سبک هم با خودتون بیارین، ضرر نداره. اونهایی که بارون اذیتشون میکنه چت و بارونی هست. چارج موبایل، دفترچه خاطرات، دوربین عکاسی، داشت بریم یه 40 تا کیلو لوبیا کش بزه کنار، 50 تا بنجامین باته نمیفروشیم ما بار میکنیم. خب براد پیت ها در دید که نی تو خیال اکسی میبینه رو هوا میدن، باید بریم جای درست بست بیبیگیم. حواست نباشه، بود که نمیرفتی جلو منکرات بستات کنیم، باید بریم جلو سینما که مردم جرب گیرن. تو بیه توپ به هم میخورن قد میتزیم. میخوای با فشارهای زندگی چیکار بکنیم؟ چی کار میکنید بابا جان؟ گرم شو! لعنت به این تکنولوژی که تو میخوایی رابط میکنید. خواه، بس شو! اینگه چی میکنید؟ احترام خانم! احترام خانم! احترام خانم! آقا مصطفی! کی؟ آقا مصطفی! اومدم! داشت بری، الیلیگو اوزه خیز کیته، بجو! بجو احترام خانم داره میاد پایینا! ایرونی ها رو بکن، فقط ستاره داره رو بچست. اومدن الو. سلام داداش، خوبی شما؟ پوپک خوبه؟ پوپک صدا نمیاد؟ محسن این هدست رو درست نکردی ها؟ مال ویندوشه، ورژنش قدیمیه، سرچش نمی کنه، بده من. این که اصلا دیسکانته. ها الان کانت میشه. داداش صدا میاد؟ صدا نمیاد. خب وب تو روشن کن. میگم وب بده، دلم برات تنگ شده. I miss you میس. هزار ماشالله، هزار ماشالله داداش. چی؟ محسن این که دوباره خراب شد که. بذار ببینم چشه. بذار من از این وسط بزنم روی اسپیچه. خیال تخش. خواهر صدا میام؟ بفرم. بله بله، من از الان دارم واسه 2-3 هفته دیگه که پوپک جون میاد لحظه شماری میکنم. بله همینو بخواستم بگم. هستی خواهر؟ بله هستم. میگفتم پوپک برنامه‌اش عوض شده. داداش مصطفی دیسی شد؟ آره دیگه دیسکانت شد. من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. داداش فعلا کار خودته. اصلا و ابدا نمیشه، امکان نداره. نفر بعد
این هر وقت کاری شد من خبر کن. چی شده ماشاءالله؟ همه چیز از قبل پیش بینی شده. برنامه ریزی ما رو به هم نریزین. من چیکار به برنامه ریزی شما دارم؟ خانم لطموز نداریم، اینقدر با من چونه نزنیم. اینجا که بدکاری نیست، ما اینجا پارتی بازی نمی کنیم. پارتی بازی چیه؟ من میگم ما دو نفریم، دو تا صندلی هم بستمونه. منم میگم خانم نمیشه، شما خودت تنهایی دو تا صندلی برات کمه. ما آقامون لاغره، جا میشیم. افراد خانم شما باید سه تا بلیت بگیریم، دو تا برای خود تو، یکم برای شوهرت. من یه صندلی برام زیاده، کنار خانم جا میشم، عادت دارم. شما عادت دارین، صندلی که عادت نداره میشکنه. با درست صحبت کنم؟ مثلا اگر درست صحبت نکنم چه غلطی میخوای بکنی؟ به خانمم میگم بزنه زیر گوشت که پس بیافتی. منو از زنت میترسونی؟ زوار محترم یک دقیقه منو ببخشید. احترام خانم یه لحظه اینو لطفا بگیرید. چی میگی ها؟ منو برد بالا بزنش دیگه. شوهر چرا منو نگاه میکنی؟ پر رو بازی تو به کشتنش دار. من بغلش بکنم؟ خب پولش کن ببریمش بیمارستان دیگه. تواناییشو ندارم، سنگینه، نمیتونم بلندش کنم. محسن بیا. هیچ کس حق نداره دست بزنه. دست نزنین آقا، فقط بهاره. داچ بری بیا، یه جور از همین پس پر بخو برو، ماشالله نبیند ایتا بجو. چی شده احترام خانم؟ آهای بایتا ببینم چیه دستت گرفتی؟ هیچی. دیسکه؟ بله. از اونا؟ نه آموزشیه. بده ببینم. بری کنار اینا اکیپی، اینو بلندش کنی؟ همینجوری حمالی بندازیمش کت من. آقا میشه اینجا رو بنده اینجا چی کار میکنی؟ بلنشو ببینم، نامحرمی. بگو بابا آقا مگه این چه خبتی کرده؟ آقا بازر سلامتی مگه نگه برسی کبولی؟ بگو بگو بگم خیلی خواه. آقا حق نبیره دست رو من بلند کنه. فکری کی هستی؟ بابا بزرگتری احترامش واجبه. آقا باز چی میزنه؟ غیرت، تعصب، مردانگی. آره بابا غیرت بگو. بیایی یه ذره جمع کنیم، من تواناییشو ندارم، داره جون میده. او این زمان بسته رو باید با بولدوزر میبردیمش. ضرب مغزی هم شد، اشکالی نداره، کسی ندید. بلندش کن. یالی یالی تمام کنید منم میام. تو دیگه چی میگی؟ زنم باید میام. جا نداریم، یه تاکسی بگی پشت سر ما بیا. پیکان مینی بوس که نیستش که. میشینم رو پاش، عادت داریم. وایسا منم میام. تونتر برو دیگه، زن عزیزتر از جونم مثل گل داره پرپر میشه. بابا قلب من این گوشه ترکید، شدم عین کمپوت. محسن یه ذره گاز بده خب به ماشین. بابا ایتانو خانم اصلا دنده رو پیدا نمی کنم، چی گاز بدم؟ موتور ماشین رو پاکی؟ تو این کلاچ میتونی واسه ما بگیری؟ فهم ببین دنده رو میتونی عوض کنی؟ من که تو این شرایط تواناییشو ندارم. چطور تواناییشو داشتی که؟ لا آقا ماشاءالله کار خودته. دنده نیست، اون پای منه. رفت چا آی قلبم گاز بده دیگه بابا جان، گاز بده بریم دیگه. باید بره سی‌سی‌یو. دکتر تموم کرده؟ تموم کرده بود میبردیم سی‌سی‌یو؟ راست میگی، اونجا نوردیش قبرستون. سکته کرده. اینو از داروخونه پایین بگیرید. خدا. نسخه رو دکتر نوشته واسه شازده خانم، من برم بپیچم؟ پس من؟ پس چی؟ لابد توانایی اینم نداری ها؟ مگه پای کاروان نیست؟ پای کاروان نسخه های دکتر؟ ماشاءالله.
جب مریض خوابیده بیمارو بگی فرد بیار دیگه. بیشک آقای دکتر. جانم. جونتون بیبلا. منم حالم خیلی بده. تپش قلب خیلی شدید دارم. یعنی فکر میکنیم فشارم اومده پایین. من شما رو تا 10 سال دیگه بیمه میکنم. دست شما درد نکنه. حالا تو بیمه بدنه یا شخص سالس؟ محسن بی برو اجور چشم بیرم. برو بیرون دیگه نمیخوام ببینم. برای حمل و نقل اگه احتیاجی بود ما در خدمت. بفرمایید. دکتر. جانه. همسر عزیزم زنده میمونه؟ دوباره میتونم ببینمش؟ فعلا برای شما من دوتا به کمپلکس می نویسم. بزنین خودتون زنده بمونین بعد ببینیم چی میشه. سه تا اتوبوس آدم داره میره سفر، اون وقت ما اینجا راحت و آسوده نشستیم. خیالی نی. الو. سلام داداش، خوبی؟ خانم یواشتر از کانادا سهارهای دوره. یعنی چی؟ همین امشب؟ داداش نمیشه دیرتر بیاد؟ آخه اینجا همه چی قاطی پاتی شده. خب شما زودتر باید به من میگفتی. خب ببینم با هواپیما میاد یا با توپولوف. یه کاریش میکنم. خدا حافظ. گرفتم خانم. همینه کم داشتیم. چی شده؟ پوپک داره میاد. پوپک دیگه کدوم خریه؟ برادر زادم. آن پوپک خانوم، اون که قرار بود 2 هفته دیگه بیاد. چه میدونم، کارش افتاده جلو. ماشالله. شما نمیتونی امشب نری شب دلازیم؟ نه مادرم منتظره میخانم. آقا ماشالله، شما به مادرت برس، من خودم میرم دنبالش. لازم نکرده، مادرمو یه کاریش میکنم، خودم میرم دنبالش. همیشه اصلا قرقاتی شد. بله. احترام خانم خوبین؟ چی شده احترام خانم؟ آقا ماشالله. بله. قلبم. آی دکتر شما چند سال بیمهشون کرده بودی؟ پیش میام. ماشاءالله. پیش میام. ماشاءالله. با شما کار. بله خانم، بله. جون تو، جون پوپه. چشم. مواظبش باش. چشم. خیالتون راحت، جون مام روش. دکتر، تموم نکنه. چیزش نیست. اینو منتقلش کنه سی سی او. این چرا هنوز اینجاست؟ بیا کمک کنی سرش رو بگیریم ببریمش. تو نمیخواد دست بزنی، خانم پرستان خودش کارش بلده. برو بیرون، تخت چرخ داره. میگم نکنه اصلا رفته بیرون. اونی؟ زالت بکش. پوپک خانم، پوپک خانم، من ماشاءالله هستم، از طرف احترام خانم آمدم. پوپک خانم، ریلاکس، دون بوری، آی ام اسپیکشینگ انگلیش گود، وی آر فرند یور آنت میسیز احترام خانم. به مام وطن خوش آمده. من انت ما تورید من زوجتی ها؟ انت زوجتی؟ نعم. تبارک الله الاحسن الخالق. ماذا؟ چی داری میگی بابا؟ خیسکیته. بریم بریم. عذرن کثیرن یا اخی، انا ماشاءالله شعبانی، بنده حمله دار کاروان سیاحتی هستم. خیلی معذرت میخوام از این که اشتباه شد. انشالله که نایب و زیاره حضرت عالی و بقیه مسلمانان مهمان در کشورمون هستیم. حالا اگر اجازه بفرمایید تا طول آفتاب چیزی نمونده. انت معید فی امان الله. لوپ کلام، ما دنبال یه خانمی میگردیم، کر خانم شماست، اسمش هم پوپکه. من پوپکم. سلام. آه.
پیکان. بله جوانان 56 اولنگش نیست. صندوقو بزن، صندوقو بزن. سلطان جاده است. بذار اول بزرگا رو بذارید بس. اون داره تو خودم بیارم. تنها چیزی که از ایران یادمه یکی پیکانه، یکی کله پاچه است. بدن پایین دیگه پر شد، بقیه شد بذاریم داخل. پیکانو که جمع شده ولی کله پاچه هنوز هست. اسمش عوض شده. این شکلی میشه رفت کله پاچه ای؟ دکوره علکیه. میگم تهران هم حسابی عوض شد و خوشگلتر شده هنش. بایستو ببینم خوشگل کیه؟ پنجره تو بده پایی من نمیشنم. نگاش نکن، حافله بگی. این آقا چرا اینجوری میکنه؟ چیزی نیست، جدی نگیری. Take easy. It isn't problem. چی دارین میگین؟ با هم حرف نزنی. چرا میگی با هم حرف نزنی؟ غیرتیه. غیرتی؟ یعنی ناموس پرست. یعنی چی؟ یعنی شما ناموس، ایشون پرست. حرفای ناموسی میزنی؟ بزن کنار، بزن کنار. چی میگی بابا؟ یا الله، یا الله. بیا دیگه، بیا. این همه باری که این آورده یه سالی اینجا بکنم مهمونه ها. چه تو کولمون افتاد. امیتی کجایی؟ میان الان یه توکه پا رفتم بیرون خرید کنن زود برمیگرد. نصف شبی؟ پوپک خانم قدر سلامتی خودتون رو بدون. توی کانادا هم سکته میکنن؟ نه نه چی؟ منظورشونه که اونور آب چجوری هست. البته سکته کردن اصولا چیزی از ارزش و انسانی به نظر من کم نمیکنه. امه مرده؟ هنوز نه. سکته کردن. بله. ولی با مساعدت و یاری پزشکان ایرانی که به دانش امروز دنیا مسلطاً به حمدالله خطر رفت شد. علی حال در سیسیو زیر نظر حاضرترین تیم پزشکی ایرانی. اوکی ماشاءالله فهمیدم. ماشاءالله یعنی چی دیگه؟ ببخشید ماشاءالله جان. فردا میریم دیدنشون. من کجا باید بخوابم؟ همینجا. در زم اسم من آقا ماشاءالله است. میگم ماشاءالله که بهتری که بیا بریم بابا. ماشاءالله جونم بد نیست تو. برو بهت میگم. کفشاتو چرا نکندی؟ از تو بعیده ها. شرمنده شه. برو ببینم. برو. ای وای. ماشاءالله. ماشاءالله. وای، کجا کفشتو بکن؟ اینجا زندگی میکنه. اون چیه دستت گرفتی؟ نجسه. الان زیرش ترشح میکنه. بذم الان درستش میکنم. بده من. خب چیکار کنی با این؟ خواستم ازش عکس بندازم. از اون میخوای عکس بندازی؟ آره، خیلی فیگوراتیوه، ببین. راست میگه، فیگوراتیفه. اون مال مستراست، کسی حق نداره از آفتاب عکس بندازه. باشه، از تام عکس میندازم. چی کار داری میکنی؟ رو تو اون بر بکن محسن. یعنی چی؟ یعنی این که کشف حجاب نکن. کشف حجاب یعنی چی؟ همون استریپتیزه. نه، میخواستم. باشه، هرچی. شما بذار وقتی ما رفتیم تو خلوت خودت هر کاری که دارید خواست بکن.
جلوی ما که درستی، جلوی ما گناهه، درست آقا مشتی داره. بفرم ببین زمان بسته چقدر واسه همهش ناراحت شده، دیگه داشت خوشو میکشی. خاک تو سرش بکنم، من دیرم شده، برسم شاب دول از این صبح شده. خداحافظ. برو به سلامه. بایسا ببینم. چی؟ کجا؟ چی کجا میرم بخوابم دیگه؟ اینجا؟ پا کجا؟ اینجا دیگه تموم شد، اون ممه رو لولو برد، همین الان از بابا تو جمع میکنی میری یه جایی دیگه. یعنی چی واسه چی؟ برای اینکه تو مورد داری. مورد چیه؟ مورد خودت خوب میدونی چیه. من اجازه نمیدم پنبه و آتیش زیر یه سقف کنار هم باشن. زیر یه سقف کدومه بابا؟ من پایینم پنبه بالا. به تو هیچ ربطی نداره پنبه کجاست، من غیرتم اجازه نمیده. چرا حرف مفت میزنی؟ من کجا رو دارم برم نصف شبیه؟ به من ربطی نداره، من حوصله پدر مادر و شکایت و صد و ده و دادگاه و پزشک قانونی ندارم. همین الان میری یه جای دیگه تا خود احترام خانم از بیمارستان بیاد تکلیفتون رو روشن بکنه. بی خود شلوغش نکن آقا ماشاءالله، من اینجا جمع نمیخورم. تو غلط میکنی. ببین آقا ماشاءالله، یه بار دیگه دست تو صورت من بلند کنی ها، من میدونم با تو. بیا حالا چی میگی ها؟ حالا فرزن اصلا من برم، غیرت جزیزی میده یه دختر تکو تنها توی خونه بمونه؟ نه. خب منم همینو دارم میگم دیگه، اگه من برم مردی اینجا نیست، کی میخواد اینجا بمونه؟ خب من میمونم اینجا. آه تو میمونی؟ من میمونم دیگه. تو مورد نداری. واسه ما شده کپسول آتش نشانی. بدبخت پنبه نیره. عیب که همه بزرگتری. اسرو مامان. او چه؟ بازم موردیه؟ اثر هنری سر جاش نبود، اومدم ورش داره. خب بذار سر جاش. گفتم بذار سر جاش. یعنی چی؟ چرا زور میگی؟ چرا سر شب کارتو نکردی؟ من معمولا برنامه‌ریزی دراز مدت واسه اینجور کارا ندارم. از امشب دیگه بعد از خاموشی مسترب این مسترب، فقط تا غروب آفتاب. ای بابا تو همیشه برو ایسکا کردی ها، یعنی چی مگه حکومت نظامیه؟ همینی که هست، نمیخوام باید بخوام، میتونی کمیانا برم. همه ما در مورد این مسائل یک سانی. خیلی خوب رو کنم به کارم برسیم. باشه فردا صبح، این موضوع از همین الان لازم الاجراست، استثنام نداره. باشه فردا صبح میپکم بذار برم به کارم برسم. تحمل کن مثل یک مرد، فردا به خواستت میرسی.
یک یا نهایتاً دو وعده دیگه راه زندگی تو باز میشه. و یه پرنده که داره به سمت تو پرواز میکنه. زیاد داغ نیست. خوبه. ببین چیزایی که بهت میگه تاریخاش مو به مو یادت بمونه. همش میشه. بله. کجای آقا ماشالله؟ زهره خانم، یک نگاه زیر پات بنداز. پرده رو بزن کنار، دلم آب شد. آقا ماشالله یه دقیقه گوشی. ماشالله هر روز بهتر از دیروز. بیا دیگه. باز داره میخونه؟ آره نمیدونی شخص با محبت گوش کن. یار جلنده توز ölmasه، یار جلنده توز ölmasه. بابا یاش جلسه نامش جلن بس کی داری آواز دخونی؟ آواز کجا بود؟ واسه هیچ کس، واسه دل صاحب مرده خودم. زهرا خانم در بکن، خط افتاد روی خط. شیشی میگه آقا ماشالله. برو تو، پشت پنجره وان هستا. بهت میگم برو تو دیگه. داری خودتو حروم میکنی. اینو ول کن. پسر دایی خانم خسروی رو از دست نده. این 100 دفعه. برو. زهر مار، چرا میخندی؟ زیدت بود؟ نه خیر، نگاه نکن. ببین ما دست رو مانه کردی ها، خود که اوتی نمیشنسیش که. خب نشناسم، دلیل نمیشه که تو نگاه بکنی. میگم نگاه نکن، برو. بیارش. بخچه؟ من برم بخچه مادرم بیارم. خیلی 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 چی شد؟ در رو کمونی به پام درد گرفت؟ خیلی قلم شد. کسی ندید. خواهشم این مسئله بین خودمون بمونه باشه. کدوم مسئله ها؟ کدوم مسئله؟ هیچی بابا، کشتین منو، بری. آره مواظب باش، رو تو برگردون بذاریمش اونجا. کجا؟ اونجا بذار رو ما. پوپک خانم، این مادر منه. از امروز آمده اینجا که این مدت که اینجا هستین یک همدم و همزبون داشته باشین. مادر پوپک، پوپک مادر، خوشبختم. خوشبختم. شما رو با هم تنها میذارم. برو برو، بیا دیگه، بیا. در زم نیم ساعت دیگه به سمت بیمارستان حرکت میکنیم. کسی جا نمونه. امیتی نمیدونم. سلام، نمیدونم. من پوپکم. موش بیانی چیز متوجه میشه؟ نه خیر، یاسین به گوش خر خوندنه. داقه شده شده بمنده. داره حرف میزنه. برو کنار، من زبونشو میفهمم. پوپک جون، من اینجا گفت پوپک جون. ماشالله چه بزرگ شدی. هر چقدرم بزرگ بشم بازم کوچیکی شما. بابا داره با پوپک خانم حرف میزنه. خفه شو، یه بار گفتی دیگه. آب آب
نه نه تشنش نیست، منظور نظرش اینه هیچ کس بدون اجازه من آبم نباید بخوره. چشم، خیالتون راحت باشه. اسکل کردی؟ اصلا حرف زد؟ راست میگم، امید که اصلا حرف نزد. با دهنش حرف نمیزنه، چشماش داره با من حرف میزنه. انتخاب من برای لحظه های زندگی. چیکار داری؟ چی میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ ببخشید آقا، من میخوام برم برج سفید. چجوری باید رفت اونجا؟ پاسداران خانم، بالاخره ناصر خسرو یا برج سفید؟ ناصر خسرو. باید واسه احمد دارو بگیری. یاد با محسن میرفتم، من ساعت 11 قرار دارم. با کی؟ با بای فرندم. با چی؟ منظورش بود پسرش. شما بیجا کردی. از این به بعد من مسئول شما هستم. از این برنامه های مبتذلم دیگه خبری نیست. اون ممه سابق رو لولو برد. پوپکه در رفت و دو دنبالش، پوپکه در رفت و دو دنبالش، به پا نیفتی بشی ماشالله، پوپکه در رفت و دو دنبالش. بلیت لطفا ببخشید، من فرصت نکردم پولمو چنج کنم. ببخشید اگه افتخار بدیم من مهمونتون کنم. نه باشه من. با من از باشه تو خوشحال شده خانم. من به اشوی حروف هستم، خوشحال میشه دیگه. مگه تو خوار مندر نداری خودت؟ چی کار میکنی آقا؟ الو زهره خانم، قطع نکن، قطع نکن. پوپک نیامد؟ خودت که وایستادی، اگر آمده بود که میدیدیش. تمرکز ندارم، گفتم شاید آمده من نفهمیدم. میگم نکنه خدای نکرده گرفته باشنش. واسه چی بگیرم؟ یه ممکن این موقع خلاف کرده باشی. خب گرفته باشنم ولش میکنن. بکی مگه علکیه؟ ول کردن دلیل میخواد. اولا که از خارج اومده، دوم من عکاسه، سوم من قیافش هم کتابیله، عین این دورگی هاست دیگه. جاسوس تر از این؟ راست میگی ها، نکنه واقعا جاسوس باشه. واسا ببینم، تو که حرفی نزدی که منافع شخصیمون رو به خطر بیاندازه ها؟ سلام و مرز. بله کجا بودی؟ ها؟ این رفتار زشت امروز شما هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. اگر من الان با شما برخورد قاطع نمی کنم به خاطر شرایط خانوادگیه، وگرنه این کظم غیظ همیشگی نخواهد. چی؟ فعلا انگلیسی کظم غیظ رو بلد نیستم، اما بعدا به شدت با شما مواجهه خواهم کرد. چشم مادر جان،
من باید برم یک جای، زود برمیگردم. شما حواست باشه این دختر از خونه بیرون نره، اصلا و ابدا، فهمیدی؟ خیلی مخلصم. خوبی شما؟ سوسو چی؟ بعدم ننزان بو محسن استردیگده در انزا تز منه زهبر. ها؟ چی شد؟ چی گفتی؟ گفتی محسن چی؟ هتی خصوصی بود. گو اگه محسن خواست بره بالا زود به من زنگ بزن. هه؟ یکی بعد مواظب خودش باشه مادر. آقا ناصر دو تا ظرف به ما بده، گلپرم بزن. من باقالا نمیخورم. پس یه ظرف بده، گلپرش هم دوبلش کن. آقا ماشالله من کلی کار دارم تو آرایشگاه، عروس دارم باس برم، چیشی میخوای بگی؟ خب با بود دیگه. با زهره خانم. زهره چیشی میگی؟ بگو دیگه. یه چیزی میخوام به شما بگم. بفرمایید. که مطمئنم اگر بگم منو میبخشی. بگم. بگو. گوه خوردم. حالا شما هم بخور. چی؟ باقالی بفرمایید. نگران نباشید. بله گفتن فردا میفرستنشون بخش. سام هم خوبه، سلام میرسونه. آقا ماشالله که نیستن، مادرشون هستن. میخواییم باشون حرف بزنین؟ بابا با هم حرف میزنین؟ نه حوصله ندارم. سلام میرسونه. یا الله عزیز ببین چه باحالی گرفتم. ببین افتاد. مواظب باش. بفرمایید. به کی سلام رسوندی عزیز؟ به پدر من. شما بیجا کردی سلام مادر من به پدرتون رسوندی. بابام سلام رسوند. ایشون هم ایزن. شما از روشن فکری من سوء استفاده نکنین که بد میبینین ها. اینجا خارج نیست. اینجا مرد نبازن از اینجور رفتارا داره، نه از این حرفا میزنه، نه سلام میرسونه، نه ازدواج میکنه. نمیشه که. پس فقط ازدواج میکنه، اونم عقدی نه صیغه ای. یه صندلی به درد نخور اینجا نداریم؟ بله. توی این خونه من ببینم مردی با یک زن چه فیزیکن چه تلفنن رابطه برقرار بکنه. ماشاءالله. تلفن کیه؟ یه زن. الو. بله سلام علیکم، با کی کار داشتی؟ نه اشتباه گرفتی. من بعدن با شما تماس میگیرم زهره خانم. میگم من بعدن با شما تماس میگیرم. اسمش زهره است؟ نه خیر، از دوستان احترام خانم، نگران سلامتیشه. آخه نمیشه زهره خانم، دم بدم که نمیشه آواز خوند که. به موسیقی علاقه دارن؟ فهمیدن ما هم یه ته صدایی داریم دیگه، گیر افتادیم. بس کن دیگه، میگم نمیشه زهره خانم. بس که پررو شدی که. الو؟ 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 انترا اینطوری شد چون زدی زمین. تو برای ناراحتت کرد؟ صد دفعه بهت گفتم این آقا ماشاءالله به درد تو نمیخوره، تو باید بری دنبال یه نفر همسن و سال خودت. میخوای به صدای خانم خسروی رو ببینی؟ چی شد؟ زیدی بود؟ بیا برو بیرون. تو بیا برو بیرون دیگه. خب بابا اصلا مصطب نداری. الو؟ الو؟ ببخش ما با آقا ماشالله کار داشتم. ببخشی شما؟ من دوستشم. گوشی؟ ماشالله جان تلفن. من صد دفعه به شما گفتم نه به من بگو ماشالله، نه بگو ماشالله جان. الو بهت میگه ماشالله جان؟ گاهی، اما بیشتر وقتا به هم میگه ماشالله خان. اصلا کیه؟ زهره خانم صبح. من چه دوستی با شما دارم که گفتین دوست منی؟ مگه ما با هم دوست نیستیم؟ دست به این تلفن بزنی یا دست تو قلق میکنم. ای داده چرا؟ ما
من منتظر تلفن دادگاه. الانم دوست احترام خانم زنگ میزنه، میبینه ما جواب نمیدیم، نگران میشه، دوباره با من قهر میکنه. ای بابا پوپک خانم، یه دقیقه بیا. کجایی؟ بیا تو حیا. الو زهر خانم، به برق زدی صبح؟ چیکار داری میکنی؟ پوپک خانم بیا تن بزن ببین چه جوری هست. یعنی چی؟ یه دقیقه بیا بشین اینجا. شما بفرم خوبه؟ فیته؟ آره. حل دیگه، راحت میتونی که بروی دستشویی. توالت فرنگی به سبک ایرانی. آمادش که هست. چرا هست؟ منتها باید پورتابل باشه که بشه ورش داشت، دورو گوشش سر جاش. من آقا ماشاءالله ایرانی بازیم. شما مادر ماشاءالله خان فرنگی کار. تو شغل چیه؟ دیلماجم. ها؟ مترجم. واقعا؟ چی ترجمه کردی؟ در واقع ما این بستای فرهنگی رو که وارد میشن و زیرنویس فارسی میکنیم، برای جوانایی که زبونشون خوب نیست، برای که دانش روز دنیا عقب نمونن، یه حالی هم کرده باشن، به قول معروف آپگریدشون میکنیم. آپگرید؟ بله. الان دیگه اینجوری شده دیگه، آموزش و تفریح با هم عجین شده. چی شده؟ عجین یعنی این که دیگه با هم قاطی شده، رفته تو هم، گره خورده. You got it؟ نه. تو اینم نمیدونی یعنی چی؟ بس فورگاتیت. کار شما کار خیلی خوبیه، ولی چه فایده؟ اینجا زیاد به این چیزا اهمیت نمیدن. در واقع ما دگراندیشا در مضیقه ایم. مضیقه هم نمیدونی یعنی چی؟ یعنی تنگنا هستیم. تنگ اپوزیت آف این. پس این فیت فیت دیگه. بله خوب بود. Very very beautiful. چی؟ هیچ. برو کنار دیگه آقا، صد دفعه این تیکه رو گرفتیم. من به شما چه کار دارم؟ خانومم اینجا کار میکنه، منتظرشم. میگم مبارک باشه. ممنونم. شما دومات هستین؟ بله. منم آقا ماشالله هستم. خوشبخت. میگم چطوره؟ چی چطوره؟ کلن میگم، منظورم سختی هاشه. فشار که زیاده، اما چاره‌ای نیست، باید بسازیم دیگه. امشب دیگه نه؟ بله. عروسی رو میگم. آقا برو کنار. آقا دوباره میگیریم، عروس پشت در حاضر باشه. 3 2 1 بیا. زهر خانم آقا برو کنار. ای بابا اینم کشت نارو. اوش آقا ماشالله، شما هم توی راه تو میگیری شلال میشی پامیشی میای اینجا. زهر خانم شما اینا رو دیدی؟ بله. ما هم یک ماه دیگه عین اینها میریم خونه بخت، عروسی میگیریم. خانوما تو یک سالن هر کاری که خواستن بکنن، آقایون تو یه سالن دیگه هر کاری که خواستن بکنن، آرامش کامل. بعد شام میدیم، بعد میریم خونه خودمون، آرامش کامل. بعدم صبح میشه دیگه. اوکی هی آقا ماشاءالله، بینمون هر چی بوده تموم شده. عشق این دور لوس نشو. جدی گفتم؟ خب آخه اینا یعنی چی زهر خانم؟ یعنی تموم، یعنی شما هم برو با همون دختر خانمی که بهت میگم ماشاءالله جون ماشاءالله جون با اون عروسی کن. زهر خانم اون که الکی بود. حالا یا الکی بود یا راستکی بود، ما اصلا نمیخوام شما واسم راجع به این موضوع توضیح بدی. بعدم فردا شب داره واسه ما خواستگار میاد. خواستگار گوه میخوره بیاد. بله. خواستگار حالا کی هست؟ پسر دایی خانم خسروی. زهر خانم، زهر خانم، خب ببین اگه جوابتو نمیده بهش میل بزن. چی بزنم؟ ایمیل بزن. آدرس ایمیلش حتما رو کارت آرایشگاهش هست دیگه.
بلدی بل بزنی؟ معلومه که بلدم، ولی نمیزنم. تو هم بی خود جف سازی نکن. من خدا رو شکر هیچ ارتباطی با کسی ندارم و نخواهم داشت. خب الحمدلله. یا هو راحت‌تر یا برم جیمیل؟ من همه جا راحتم. متولد چه سالی هستی؟ ماشالله شعبانی، فرزند مرحوم علی اکبر، متولد 14 اردیبهشت 1333. میلادیش چی میشه؟ باشه خودم حساب میکنم. پس ایمیلت شد مش 1954 @yahoo.com. فقط یادت باشه آندرلاین دش نیست. بله حواسم هست. پسوردتو وارد کن. نه خیر، شما وارد کن. من ندونم بهتره. نه من ندونم بهتره. پسورد میدونی چیه؟ بله. پسورد یه رمزه که هر کسی باید خودش بدونه. بله دیگه. حالا شما خودت بزن. نمیشه، سیکرته، باید خودتون بزنی. اگر من میتونم برم ایمیلاتونو چک کنم. اشکالی نداره. فقط زودتر تمامش کن. عیزو اونی که تو جعبه هست ستاره داری مال داشته. خود نگاه نکنی خوبیت نداره. اما برو برو ببینم. ای بابا باز که خاموشه. این عجب لجبازیه. وایسا ببینم. چاکه آقا ماشالله. به این بچه چی دادی؟ هیچی از این سیدی های کمک آموزشیه. میگم پوپک خانم کجاست؟ یه چند تا رفتیم ایمیل زدیم کار داشت رفت. ایمیل زد و رفت؟ بله. تنهایی؟ الان عصر عصر اینترنته، عصر پسورده. شما همین جنگل آمازون رو در نظر بگیر، دیگه جای میمون و تارزان نیستش که. تبدیل شده به یک فروشگاه دیجیتال. الان دیگه دوره نیست که بتونی کسی رو تو خونه حبس کنی. بله درست. نگفتم این موقع گم و گور نشی، به حال اینجا رو بلد نیست. اصلا کسی دیگه گم نمیشه. شما الان هر چی که بخوای میری توی گوگل اونجا هست پیدا میکنی. در ضمن من امروز ایمیل واس کردم. نه به خاطر اینکه تو گفتی، به خاطر اینکه خودم خلأش رو توی وجودم حس میکردم. mash_at_yahoo.com. آندرلاین ها دش نیست. پسوردم هم همون 1954. پسورد تو چیه؟ آقا ماشاءالله آپگرید شدی یا. ولی پسورد تو به کسی نگو، گفتن نداری. با تو که من از این حرفا ندارم. راستی ببینم وقتی پوپک خانم رفت اگر من خواستم برای کسی میل بفرستم شما بلدی؟ نوکرتم هستم. شما جون بخواه، شما جای دایش بزرگ ما. یا زنده باشی، من الان تو کامپیوترم فرند دارم. تو هم لایف فرندام رد میکنم. اد میکنی؟ همون. یا آقا ماشاءالله که ما با هم فرندیم و شما جای داشت بزرگی مایی. داشت کوچیک از یه چیز ازت بخواد قبول میکنی؟ 100%. خیلی نوکرتم. یه مایست بده. میدونی چیه؟ واقعیتش اینه که از وقتی که پوپک خانم اومد من یه جورایی چه جوریت بگم بد جور خاطر خوش شدم. تو غلط کردی. چی گفتی؟ گفتم غلط کردی. چه طرز حرف زدنه؟ من دارم راجع به رابطه عاطفی باهات صحبت میکنم. احترام خانم پوپک رو دست من سپرده. من قلم پای کسی که بخواد رابطه عاطفی یا غیر عاطفی با ایشون داشته باشه میشکنم. اه شما خودت چی که زهره خانم رو دوست داری باش تیک میزنی؟ اولا که من اصلا زهره خانم نمیشناسم. ثانیا نه خیر، دوستش ندارم. سالسا اصلا به شما چه ربطی داره؟ رابعا من سن پدر شما هستم. شما هم هر وقت به سن من رسیدی هر خری رو که خواستی دوست داشته باش. اصلا فکر نمیکردم اینجوری با من برخورد کنی. بی خود فکر نمی کردی. تا وقتی که من زندم تو حق نداری با پوپک معاشرت بکنی. هر وقت من مردم هر کاری که دلت خواست بکن. تو فکر کردی من دو دقیقه پوپک رو رها کردم دیگه حالا صاحب نداره؟ من عمدن رهاش کردم که دو دقیقه طعم آرامش رو بچشه. اونم به خاطر اینکه در عمل ثابت کرده که از رفتار من سوء استفاده نمی کنه. سلام. یا الله برو بیرون داره لباس عوض می کنه. ازش بپرسون نره خر که شما رو سوار ماشین کرد کی بود؟ بوی فرنگ بود.
بهش بگو من پدر و مادر اون بویفرند رو میارم جلو چشمش. خود شما هم از همین حالا اجازه خروج از این اتاق و عبور و مرور تو صحنه حیات رو ندارین. وگرنه من خودم شخصا زهرم تلفن کرد. زهره غلط کرد تلفن کرد. چی گفت؟ گفت دیگه نمیخواست صداتو بشنوه. امشب هم خواستگار داره. شوخی میکرد؟ نه. خدا تشریف بیاره. اکی هی بسته دیگه. خیلی خوب. چطور ده؟ حالا بریم تو. سردایی خانم خسروی کدومتونه؟ منم. چطور؟ بیا ببینم. ببین بچه دور زهره خانم رو خط میشه وگرنه با من طرفی. حالیت شد؟ چرا جواب نمیدی؟ گفتم شیرفهم شد. آخ 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 جونه داشتوری سوالش نیست. ماشین هم تعمیرگاهست. باز هم نادخه. حالا بهت زنگ میزنم. کیه نسته شد؟ اوی چه خبرته؟ مگه اینجا تعمیرت نسته شدی بوق بزنی؟ با منیم؟ بله با شما. ببخشین دوتا زنگ بود نمیدونستم کدوم رو باید بزنم. پوپک هست؟ فرمایش. بله. چی کارش داری؟ چی کارشی؟ دوستش هم یه سی دی عکس براش آورده. لازم نکرده. من خودم منبع سی دی و دی وی دی و فیلم و عکس و همه مسئولیت فرنگی هم. بفهم. باش قرار داره. با تو برده بینم باش قرار دارم. سی دی داری یاد من خودم بهش میدم. الان خوابه. دو دقیقه پیش باش حرف دادم. اومد. پوپک. سامی. کی اومدی؟ پوپک خانم. خوبیت نداره جون داره همسایه با غریب و حرف بزنی. خب بیا تو. تو هم نمیشه بیاد. ما نامحرم را نمیدیم. برو کنار بابا. بیا تو. نمیخواد ادای ماشاءالله رو در بیاری. چرا اینجوری بود؟ هیچی ولش کن. اینا ناموس پرستن. بیا اینم عکسای تخت جمشید و چهل ستون و برج میلاد که خواستی. چه خوب شد آوردیش. بیا بریم تو. نه الان کار دارم. فردا مفصل میبینمت. خب. See you. شما اینجا چی کار میکنیم؟ ببین خوشگل پسر دور پوپک خانم رو خیت میکشی وگه نه همچین اینجا میزنم شتکت بیکنم نفهمی از کجا خوردی ها. درست حرف بزنین. من کمربند مشکی دارم. ایشی میلیم بابا سیرابی کمربند مشکی دارم. به این محل میگن لیان شامپو. اینجا همچین اینجا خیلی میکنم. Oh, my God.
خودکشی ممنون. نظر شما شنونده عزیز درباره این پارچه خودکشی کار آقایان فکر میکنم بهتر باشه منظور آهنگساز و خواننده این کار رو از زبان خودش بشنوید. خودکشی ممنون. چی؟ داری خودکشی میکنی؟ میخوای خودت رو راحت کنی ما رو ناراحت؟ مطمئنم حسی که تو داری با احساس من و دیگران خیلی. مطمئنم حسی که تو داری با احساسی که من دارم خیلی فرق. خیلی ها دوست دارن از زبان حسین زاهر با صدای خودت دوست دارم از زبان خودت و با صدای خودت نظرت رو درباره این کار بدونم. در جواب این کار ممنون ماشاءالله. در جواب سوال شما باید بگم که از نظر من خودکشی کار انسان‌های ضعیف برای گریه کردنات یکی دو روزی کافیه. حالا میذاریم این ویتامیستمونو بخوریم بلون درد خاک بر سر بی ارزت بکنن که از یه سوسول کتک خورد. خدا بهش رحم کرد من خونه نبود وگرنه همچین با سر میزدم توی صورتش. آخ دماغم نامد یو بی حوازت پیچون. میخواستی اول ازت اجازه بگیره بعد دستت بپیچونه؟ همه ی آتیشا از گور این دختره بلند میشه. اصلا من معتقدم زن باید کاملا از سبد خانواده ما حذف بشه. نمیشه که. چرا نمیشه؟ این همه آدم گیاهخوارن، گوشت نمیخورن، سویا جاش میخورن، میمیرن. زن که از گوشت مهمتر نیستش که. چطور خودت فهمیدی واسه زهره خانم خواستگار اومده خون جلو چشته گرفت؟ بله، کتمان نمیکنم. یه وابستگی هایی بود ولی تموم شد. زهره برای ماشالله مرد. فاتحه. یعنی الان اصلا بهش فکر نمی کنی؟ معلومه که نه. من اونو از دست ندادم که اون منو از دست داد. تازه الان آزاد شدم دیگه مال خودمم، میتونم نفس بکشم. دیگه میخوام از این به بعد همش اشغال کنم. میدونی اشغال چیه؟ آبو بذار جوش بیاد، دوتا چای دبش با هم بزنیم حالشو ببریم. یازن اولنده گنده تلنده، یازن اولنده گنده تلنده، چه خبلر گنه ده گزل لالالر، گزل لالالر، 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 لالالر. یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، روز از تشکر در کنار من، حالی یا خالی زاید هی نگار من، در شام دار من، آخر کدامی زوره بمیرم برای بچم که اینقدر بیارزم بعد 50 سال هنوز پسر. آقا محسن، میشه باهات حرف بزنم؟ آقا محسن نادخه، هنوزم خواب. مهمه ها، ما دیگه حرفی با هم نداره. درد میکنه؟ نه خیلی. ماشالله خوابه؟ اول اندش آقا ماشالله، ثانی اندش بله. من بابت دیشب معذرت میخوام. ببین پوپک خانوم، ما دیشب فکر شما رو کردیم، تصمیم خودمون هم گرفتیم که چی؟ که زن رو برای همیشه از سبد خانواده حذفش کنیم. این ما نیستیم که شما را از دست دیدیم، این شمایی که ما را از دست دیدیم. حالا دیگه میخوایم بریم دنبال عشق و حال خودمون. پس حرفی با هم نداریم، بفرم. آخه مسئله عشقه. بله؟ اگه میشه بریم بیرون.
آقا ماشاءالله نشنوه بهتره. شما یه دو دقیقه دندونو جیگر بذاری من اصلاً میام خدمتتون. من تزن تو زندگی اینه اگه کسی کسی رو دوست داره باید بهش بگه. والا چجوری بگم، واقعیتش گفتنش خیلی سخته. همچنین میاد تو که زبونت که بگی انگار دوباره چی قورتش میدی. چرا؟ آدم باید راحت بگه دوست دارم. دوست دارم؟ آره به همین راحتی. اصلا باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ اگه نگی دوست دارم ممکنه خیلی دیر باشه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. سلام سامیش. سلام. بودو بیا. سلام دسته چطوره؟ درد نمی کنه که. سام اصلا نمیخواستی شب با دعوا کنه. ببخشید خیلی اتفاقی شد. بچه باورتون نمیشه آقا ماشاءالله دیشب چجوری آواز میخوند. گفتم اونه که ما دوست داشتیم یه کمکی بهش بکنیم. آقا مسارش به اینجا کی باز میکنه؟ من چی میدونم؟ بخوردی آقا مستر؟ نارم میخورن؟ تو هم کانادا بودی؟ من یه هفته زودتر از پوپک اومدم ولی چون خانوادم شهرستانن اول رفتم اونجا. آب لیمو میدی؟ چی شدی؟ دوستش دارم خیلی. این چیشه؟ این چشه اون چشه نداره. کلب چوبه چشتو ببندی و بخوری. ما از همون بعد چشامونو بسته بودیم الان اوزامون اینه. یعنی شما هیچ سنمی با آقا ماشاءالله نداری؟ چی؟ نمیخوای زنش بشی؟ نه بابا، من و پوپک قرار نوامبر ازدواج کنیم. الان هم اومدیم ایران که هم یه سری به خانواده‌مون بزنیم هم یه کمی عکس بگیریم. مبارکه. زهره خانم آقا ماشاءالله خیلی دوستت داره، عاشقته. دیشب تا صبح با تو بود. وای با من؟ با توی نمادین. حالا هرچی میشه تو محل آبرمونو نبر، اینجا محل کارمونه. تو واقعا نمیخوای آقا ماشاءالله رو ببینی؟ خیلی دلش بر تنگ شده بود. من دلم واسش تنگ شده ولی اون دلمونو شکونده. این اختلافا برین دوست دختر دوست پسرا طبیعیه. اگه هی میخواید آبرمونو تو محل نبری باشه، بهش بگید ساعت 12 میام دم باقالا فروشی. خداحافظ. خداحافظ. کجا؟ من یه خود حال وزام نادخه، میرم تو شهر تنهایی یه فری بخورم بعدم میرم تعمیرگاه دنبال ماشینم. با اجازه. صبح اول وقت چشمت باز میکنی میبینی معلوم نیست کجا رنگ بود. چه غلط میکنی؟ فکر کرد این نفه واسدادم تا ببینی برخورد قاطعانه یعنی چی. دور زمانی شده، روز روشن با بویفرند اینا اینزوری، اون وقت من و زهره خانم اونزوری. ماشاءالله جان، سورپرایز سورپرایز. امروز ساعت دوازده. ولکم ببینم دستمو. ولکم. چیکار می‌خوای بکنین؟ می‌خوام اول تو رو بکشم، بعد این بیاورو رو بکشم، بعد خودم رو بکشم، بعد این ساختمون آتیش بزنم. خب اگه خودت رو بکشین که دیگه بعدش نمی‌تونی خونه‌تون رو آتیش بزنی. منو مسخره می‌کنی، می‌کشمه. شما اگر مردی یقمو ول. سامی ولش کن. اگر مردی یقمو ولش کن. من همین الان میتونم از شما شکایت کنم. شما حق ندارید از شما بلند کنی. بلند میکنم ببینم چی میخواد بگه. ببین آقا من اگه هیچ نمیگم به خاطر اینکه شما از ما بزرگتری یا بوی فرند. یه دونه میخوامونم تو گوشت اعلامیه بشی یا برو کنار. آقا ماشاءالله ما به خاطر شما رفته بودیم. بهت میگم برو کنار. بسه. من الان زنگ میزنم به پلیس. بدش به من. ببین تو بیخود میکنی پای پلیس رو به این خونه باخ بکنی. موبایل چرا اینجوری کردی؟
من موبایل خودم هم شیکوندم، موبایل تو که دیگه چیزی نیست. اصلا شما چه کاری؟ سامی ولش کن بذار ببینم حرف حسابش چیه. حرف حساب من چیه؟ حرف حساب تو چیه؟ ببینم کن ببینم بابا. ببینم کن بابا جان. ببین دیگه. آقا ماشاءالله. آقا ماشاءالله. پاشین. مرد. سامی برو. تا ندیدنت برو. من نمیخواستم. میگیرنت. برو. من حالش دارم. سامی برو دیگه. امان میام. امان میام. دروغ نگو. میدونم مرده. گوشی رو بده من باش حرف بزنم. مگه نمیگی زنده است؟ من تا خودم نبینمش باورم نمیشه. الان میام اونجا. اینجا نیا یا اینقدر عصبانی که دوباره ممکنه دعواشه. با کمک همسایه بردیمش خونه محسن. گفتیم مامانش نبینه نگران نشه. آه کنم بلند شد. بعدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. پا شدین؟ چه خوب. خیلی ترسیده بودم. چی شد؟ چرا سر من درد میکنه؟ یادتون نیست سرتون خورد به دیوار؟ یادتون اومد؟ بله، همه چی یادم اومد. گوش، کجاست اون ژیگولو؟ کی؟ بویفرند. آها سامی، طفلکی خیلی نگرانتون شده بود تو رابطه من. رابطه دیگه چی میگی تو؟ کجا در میری؟ فکر کردی من بی غیرتم ها؟ یه دونه محکم ترشو برای اون نگه داشتم. کجا رفتی؟ عجله نکن، حواستو جمع کن، چیزی جا نذاری. صدای چی بود؟ در رو قفل کردی؟ مادر نزاده کسی بتونه در رو ماشالله قفل کنه. باز شد دیگه لعنتی. کلیدو بده. نه پوپک جان، با زبان خوش خودت کلیدو بده. نمیدم. آخه ترا، برای اینکه آدم خودخواهی هستی، دوست داری همه اونجوری که تو فکر میکنی فکر کنن، اونجوری که تو زندگی میکنی زندگی کنن. به خودت اجازه میدی در مورد همه چیز قضاوت کنی. اولش هر چی که گفتی هیچی نگفتم، برای اینکه میخواستم به عقیدت احترام بذارم. گفتم شاید تو هم به عقیده من احترام بذاری. به خودت اجازه دادی که به من توهین کنی، دستور بدی روابطمو محدود کنی، به دوستم بی احترامی کنی. فکر کردی اینا حقته ولی نیست. برات متاسفم آقا ماشاءالله جان. من مجروحم پوپک جان. تو که اینجوری نبودی. من قول میدم بعد از این کمتر با تو برخورد فیزیکی بکنم. دیدی چقدر عوض شدم، تغییر کردم؟ گذاشتم همه حرفاتو راحت بزنی. حالا میشه درو باز بکنی؟ پوپک رفتی؟ پوپک عزیز، عزیز من اینجا گیر افتادم، بیا درو باز کن. عزیز بیا کمک فرزنده. داد نزن دارم میام. بیا که پسرت گیر افتاده. عزیز، عزیز. عزیز بدبخت شدم. آخ 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 آی 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 پوپک جان، محسن جان، آی 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 عزیز، عزیز ماشاءالله مواظب خودت باش. آی
آی آی آی آی ماشاءالله هم گوشی رو بر نمیداره. ترنگه بر نمیداره بیبینیم دیگه. محمود آقا یه زحمت بکش این کیف منو بده. 100% این یه چیزی شده به من نمیخوام بگم. ماشاءالله هم انقدر بیفکر نبود که به من سر نزنه. خوب هستی شما؟ شما کار داری با من؟ الان تفریح مردم چیه؟ هیچ. میان میشینن بستنی میخورن. سابق بر این. سابق بر این چی؟ هیچ. میومدن میشستن بستنی میخوردن. میشستین و بستنی میخوردن. حیوان. بله. پوپک خانم شما این؟ کجایی؟ هر جا هست برو پیشش. چی شده مگه؟ ای بابا سوراخ کردی دست ما رو. خب اینجوری که نمیشه که. شما اصلا جایی رو بلد نیستی. شما همون دور میدون حسن آباد باش. من خودم 3 سوت دیگه اونجا. اینا چیه؟ شماره تلفن. تو همین یه روبه این همه شماره گرفتی؟ هی بای هی بای آدم سا در بیار، اینجا کمتریه. محسن احمدی ما آقا یه جلو. با این چه نسبتی داری؟ ما هیچی آقا، ما واقعیتش میخواستیم که فقط سوال منی جواب بده. آقا من تازه از کانادا اومدم. از با خارجی جرمشون سنگین تره. من با ایشون هیچ ارتباطی ندارم، با فرندم یکی دیگه است. به به، خب دیگه این آقا فرهنگی دیویدی ترجمه میکنه برای جوونا که هم حال کنن هم تفریح کنن عجین شن. پس با تو کار داریم. موبایل کیه؟ مال ما که نی. مال تو اسلام بک میلیونر. چرا دمه در تحویل ندادی؟ چرا اصلا هم اصلا بلد نیستی موبایل دستمون بگیری؟ چرا این موبایل رو دمه در تحویل نمیگیری؟ کلانتری 126 ما رو گرفتم. بجو بجو بفهمه پیداش کردن. الو چی میگه؟ اشتباه بود. خب دوباره بگیرش. سلام رسون، حالشون خوب بود. از شما که میگه اشتباه بود. من الان برمیگردم. شده شما این؟ پس کیم؟ پوپکم؟ هاتون چرا اینجا؟ اینجاست که اینجاست، به درک که اینجاست. اینقدر حد نزن که اینجاست. اون قفل رو بشکر. چشم الان اجازه بدی؟ من یه ذره وایسه یکم با اطوفه با اطوفه اون برش گیر داره. خواهشم اینجوری نمیشه. اینجوری نمیشه. اینجوری پای من میشکنه اصلا. هی عزیز بابا جان.
چیکار میخوام بکنم؟ آی میشکنه پا. بابا چرا بزنیش بیرون؟ بابا نمیاد بیرون. خوف کرده. بابا چرا میگم نمیشه؟ یه ذره میره گد. بابا چرا میگم نمیشه؟ شما دستتون رو بندازین رو شونه من که به پاتون فشار ندم الان درستش میکنم. برو کنار ببینم. بذارین دیگه وضعیتو بندازین رو شونه من میخوام کمکتون کنم. باشه ببینیم چی میشه. من الان یه کمی کرم بزنم چرب شه میاد بیرون. حالا تو این هیرو ویری تو این کرم از کجا آوردی؟ پوستم خشکه. این دیگه خوبه. بابا جان این پاستا این پاستا وایسا یعنی قشنگ نرم شده. بکش آی بابا جان این پاست بکش برو. بابا جان این پاست دو دو بکش اینا واقعا بچگی کرده. خواهش میکنم مساعدت کنید. با مسئولیت بنده اینا رو آزاد کنید. این آقای سام اکبریان با خانم پوپک اسدی چه نسبتی دارن؟ هیچ نسبتی. جوانن دیگه. شما چه نسبتی با خانم پوپک اسدی دارید؟ هیچ نسبتی. من از طرف عمه‌شون رسیدم خدمت. با عمه‌شون چه نسبتی دارید؟ هیچ نسبتی. ما اصلا هیچ کدوم با هم نسبتی نداریم. یعنی چی؟ ما تو کاروانشون ثبت نام کرده. میتونید تحقیق کنید. تو محل ما همه احترام خانم رو میشناسن. اینم که برادرزادهشه تازه از کانادا اومده هیچ حالش نیست. علت سفرشون به ایران چیه؟ ما فقط میدونیم که از خارج اومدن. عمه‌شون هم میفرمایند که عکس برمی‌داره. انشالله که جاسوس نیستن و برای خدمت به ملتشون اومدن. هر کی از خارج میاد که جاسوس نیست. بس آزادن دیگه. این آقا شغلش چیه؟ این پسر خوبیه. از وقتی مادرشون به رحمت خدا رفت احترام خانم یه اتاق اضافه داشت داد به این که هم مراقبش باشه هم تنها نباشه. سی دی فروشه. فیلماش هم همه رو من دیدم هیچ کدوم صحنه نداره. جام سروان آزادشون کنید. مگه خودتون جوان نداری؟ خودتون سی دی نمیبینی؟ آقا ماشاءالله علیکم شایی آوردم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. آه بابا جان یواشتر. ببخشید ببخشید بابا جان. پوپک به شما نگفت کجا میره؟ من هیچ مسئولیتی در مورد ایشون ندارم بگم. آخه اون هیچ جا رو بلد نیست. به من چه؟ من وظیفم حکم میکرد که بزنم تو گوشش که زدم. شما زدین تو گوش پوپک؟ نه من دستم خورد به گوش پوپک خانم. این تو دلش هیچی نیست. مشاعرش از دست داده مثل خودت. دلش یه جای دیگه گیره. میدونم. ببینم رفتین سر قرار؟ کدوم قرار؟ برو 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 دیگه بابا برو برو میترسم بابا برو. خدا بد نده آقا ماشاءالله. آقا ناصر این خواهرمون که با من میومد اینجا امروز نیامدن؟ چرا زور اومد یکم مون بعدم رفت. چیزی شده؟ بریم کولم کن معطل نکن دیگه. بریم دیگه ای بابا برو برو. خود زهره خانم گفتن؟ بله گفت دیگه نمیخوام این دورو برا ببینمش. خودتونو علاف نکنین اون خواستگار داره. تلفنشون که جواب نمیده. میشه از طرف من از ایشون خواهش کنین یک بار دیگه هم دیگه رو ببینیم؟ نه. فکر کنی رفت به زهره خانم بگه؟ نه. پس چرا رفت؟ چه میدونم چرا رفت؟ کمرم درد گرفت. حالا کجا بریم؟ بریم به جهنم. پوپک کجاست؟ من چه میدونم پوپک کجاست؟ به من چه که پوپک کجاست؟ به من چه که زهره کجاست؟ به من چه که احترام کجاست؟ اصلا مرد و شور همشونو ببرن. اصلا همون بهتر که بره با پسر دایی خانم خسروی ازدواج کنه. به من چه؟ من چه که با هیچ کدومشون کاری ندارم. آقا ماشاءالله پیشمون میموندی. عادت کرده بودیم بهتون. دیگه به سلامت خود احترام خانومم برگشتن. ما وظیفمون حفظ امانت بود که ماشاءالله خیلی زحمت کشیدی. مادرم اذیت شد. نه من راجع به آقا سامم تحقیق کردم. پسر سالمیه. اهل چیزی نیست. اعتیادم نداره. پوپک خانومم دختر خوبیه.
بالاخره تون هدفش ازدواج بوده، یکم بویفرند، حالا اشکالی نداره. ما هم با زهر خانم هدفمون ازدواج بود، ولی خب لیاقتشو نداشت. ماشالله خان داری میری؟ بله، راه رفتنی رو باید رفت. مخلصم مادر جون. برو بچه، برو برو دیگه، تعطیله. حالا دیگه گذاشتیم کنار. احسن احسن، خدا حافظ همگی. آقا تعطیل ها چی کار داری میکنی شما؟ الان تموم میشه، سرعت پایینه. سلام. سلام. احترام خانم تموم کرده؟ تموم کرد؟ لالمونی گرفتی چرا؟ آقا ماشالله، آقا ماشالله. شما به زهره خانم ایمیل زدین؟ نه خیر، من برای هیچ کسی ایمیل نفرستادم. چرا؟ خودم دیدم 117 تا اومده. من فکر کردم سنت نمیشه. چرا؟ سنت شده بود، ولی همشون خالی بود. من پر فرستادم، حتما مطالب داخلشو فیلتری کردم. مگه توش چی نوشته بودین؟ به شما هیچ ربطی نداره، زهره خانم خودشون میدونن. ولی آقا ماشالله، ما هم خالیاشو بیشتر دوست داشتم، مثل خودت بود، صاف و یه دست. بیا اینجا ببینم. چرا؟ بیا اینجا. ده میگم بیا اینجا دیگه. بیا ببینم. چرا اونو میبوسه؟ الان من هنوز به زهر خانم نامحرمم. آسیاب به نوبت. پیدا نشد. بدین وسیله از همه عزیزانی که به مجلس ازدواج این حقیر و زهره خانم تشریف آوردن تشکر می نمایم. انشالله بعد از صرف غذا همگی با مینیبوس عازم مشهد مقدس می شیم. سمی آقا ماشالله، بیا اینو مر با حال تره. کجا میری؟ مگه مرد توی زنانه میره؟ زن تو مردانه چیکار میکنه؟ برو الان دوباره عصبانی میشه. نه بابا دیگه تموم شد، من ازدواج کردم دیگه. کرکو پره بود. پس بیاییم بریم اون وزار خانم منتظره. ماشالله 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 ماشالله. من یه نفسی میرم زود برمیگردم با اجازه. من هم با اجازه. الو، سلام. خوبی؟ ماشالله. تلفن. کیه؟ الو، سلام عرض کردم. شما سلام دایی جان، حال شما؟ سلامت باشی، مبارک شما هم باشی. به سلامتی که؟ فریبا خانم؟ وای، فریبا دیگه کیه؟ دختر دایی کوچیکم، امشب از مالزی میاد. بله، نه دایی جان نمیتونم. دایی جان امشب داریم میریم مشهد. بله، ماه عسل. نه دایی جان کسی نیست بتونم بفرستم دنبالش. بده ببینم. الو،
من خودم یکی رو میفتستم دنباله. خدا زهره جون بهتون تبریک میگم. آقا ماشاءالله خیلی مهربونه، مسئول، ساده. فقط خیلی سنگینه. گاهیم یهو عصبانی میشه. ای بوی فرند ریقو. ولی عصبانیتش که زود تموم میشه، اما مهربونش هیچ وقت تموم نمیشه. بله بله بله. بفرمایید. سلام. برو پایین یه سر به محسن بگو خودتو لوس نکن، پاش بیا بالا عروسیه. شب هم باید بره دختر دایی ماشاءالله از فرودگاه بیاره ها. ببین چجوری به زهره نگاه میکنه، هم مواظبشه هم عاشقش. مازری ها همه شون همینطوره، به فکر زن و زندگیشونه. آقای شما مازری هم؟ کاش بود. آماده؟ بخندین؟ عروس خانم خوشحال؟ محسن زهر ما ناراحتی؟ به تو چه؟ تو رو سننه احترام خانم گفت امشبت بریم فرودگاه دنبال دختر دایی آقا ماشاءالله. چیزه رو توپورت میکنه؟ بیه تو بینه قضیه این دختر دایی چجوری هست؟ احترام خانم گفت چی شده؟ سامی محسن بیای بالا. مادر آقا ماشاءالله قش کرده، باید ببریمش بیمارستان. بودیم بیم بالا. زود باش بابا جان، زود باش. آش ماشاءالله این که دیگه مادرت نامحرم که نیست، حمالی بنداز کولت ببرش. تو نمیخواد حرف بزنی، سر بدتو رو بگیر ببری. خب آخه اینجوری که نمیشه، این جای مادری من مینزم خودم میبرم. دستت به مادر من بخوره پدرتو میارم جلو. واسه چی میزنی؟ سر بدتو رو بگیر زود باش. شما حق نداره من رو. شما درست میگی. ای دست رو حمال میکنه آخه. باشه حالا ببریمشون. بابا جان بیا بریم. زود باش. زود باش. یواش یواش. دست رو هم بلند میکنه. ای بابا تو که تواناییش نداری. نلک میکنیم یک سر در برش. بابا کسی ندید که بگیم کسی ندید مگه من کورم. بگیریم. یواش مواظب باشند. بگیر نه آخه عصبانیت هم داره دیگه. بگیر زود باشیم بیاییم دیگه.